سلام به دوستای خوبم، سلام به زیبایی قلب مهربونتون. امروزتون شاد و پر از احساس قشنگ آرامش. امیدوارم امروزتون غرق در احساس خوشبختی و عشق و رحمت الهی باشه و امروزتون رو با یک انرژی مثبت بسیار عالی شروع کرده باشین، که اگر صبح که روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشین، اگر شب هم هست روزتون رو به خوبی و خوشی به پایان رسونده باشین. غذای امروز ما مرغ پرتقالیه. یه مرغ بسیار خوشمزه است که اگر که 100% خیلی ها درست کردن، اگرم درست نکردین حتما درست کنین، که این مرغ رو میتونین با همه نوع غذا میل کنین، حتی به عنوان ساندویچ هم میتونین ازش استفاده کنین چون بسیار خوشمزه هستش. خب فلفلم امروز مهمون ما شده دوباره. دیگه دیروز این سر صورت فلفل خیلی موهاش بلند شده بوده دیگه، به چون با چشماش معلوم نبودش. مهیار دیگه دیروز آقا فلفل رو گرفتش و یکم موهای سر و صورتش رو کوتاه کرد. حالا یه کمی هم دیدیم امروز داره قرقر میکنه، مثل که حوصله‌اش سر رفته، گفتیم بیام بذاریمش رو صندلی که با ما همراه باشه. خب حالا بریم سر غذا. من ماهیتابه رو گذاشتم روی حرارت، گرم شده، روغن داریم که بهش اضافه میکنم. خب بذاریم یه کمی روغنمون گرم بشه. پیاز داریم که من پیاز از قبل لگینی خوردش کردم، اونم بهش اضافه میکنم به روغن. و میذاریم پیازمون یک کمی سبک بشه، نمیخوایم سرخش کنیم، فقط میذاریم یک کمی پیازمون سبک بشه و شفاف. خب پیازمون یک کمی سبک شد، زردچوبه داریم بهش اضافه میکنم، زردچوبمون هم یک تفت میدیم. خب مرغمونو من از قبل با نمک و فلفل و مقداری زعفرون گذاشتم تا مزه دار شده و حالا مرغمون رو اضافه میکنیم به تابه و میذارم که مرغمون یه طرفیش کمی سرخ بشه. چون مرغمون داره سرخ میشه، ما بریم سر بقیه کارمون. تمام اندازه ها رو هم توی کپشن نوشتم، لایکم یادتون نره. خب حالا ما احتیاج داریم به رنده یه پوست پرتقال. یک کمی از این پوست پرتقال رو رنده میکنیم که فقط این قسمت نارنجیش رنده بشه، به اون سفیدیش اگر بخوره تلخ میشه. یه مقداری من رنده میکنم. همین اندازه کافیه. احتیاج به آب پرتقال هم داریم. من پرتقال آبگیری هم داشتم. پرتقال اون آب می‌گیریم. خیلی هم پرتقالاش آب داره. آب پرتقالمون رو گرفتیم. یه طرف مرغمون هم سرخ شد. یه چوب دارچین کوچیک داریم که اون رو می‌ذارم فروش. رنده پوست پرتقالمون هم اضافه میکنم. چره داریم که چرمون هم بهش اضافه میکنم. زعفرون داریم که من زعفرون از قبل دمش کردم. زعفرون هم میریزم روی مرغا. به مرغمون نمک و فلفل یک کمی زده بودم، ولی با این حال یک کمی دیگه اضافه میکنم. آب پرتقالمون هم که گرفته بودیم اضافه میکنم بهش. شکر داریم چون ممکنه پرتقالمون خیلی ترش باشه و یک کمی هم شکر می‌ذاریم. البته این ذائقه‌ای شکر من اندازه زدم، شما اگر بخوای میتونین اندازه‌اش رو کمی کمتر و بیشتر کنین، اون بستگی داره که پرتقال ما چه اندازه ترشیش باشه.
خب در تابمون رو میذاریم و میذاریم مرغمون کاملا بپزه و جا بیافته. مرغ پرتقالی ما هم آماده شد. حالا من میکشم توی ظرف سرو که ببینیم. مرغ پرتقالی ما هم آماده شدش. من قبلا تست کردم، فوق‌العاده خوشمزه شده. البته یادم رفت بگم که موقعی که میخواییم اینو درست کنیم حتما باید با آب پرتقال طبیعی درست کنیم. با این آب پرتقال صنعتی و مال کارخونه‌ای اصلا خوشمزه نمیشه. در ضمن این مرغ پرتقالی رو میتونیم با زرشک پلو، با شیرین پلو، دیگه فوق‌العاده عالی میشه چون بسیار خوشمزه است. یعنی به جای آب پرتقال استفاده شده، پوست پرتقال که طعم فوق‌العاده‌ای بهش میده، دیگه معلومه که خیلی خوشمزه میشه. امیدوارم که حتما شما هم درست بکنین و اگر برای بار اوله 100% خوشتون میادش. اگر از این برنامه خوشتون اومده لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره، زنگوله هرم فشار بدین که اگر یه برنامه جدید اومد زود و تند و سریع با خبر شید. تا یه برنامه دیگه و یه آشپزی دیگه، روز روزگار بر همگی شما خوش و امضای خدایم پای تک تک آرزوهاتون باشه.